بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب 40 حدیث امام نووی با ذکر فایده های آن. حدیث 4 مرحله های خلق انسان. و عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. از ابو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما حدیث گفت و او صادق و تصدیق شده است. البته یکی از شما آفریدنش در رحم مادرش جمع کرده می شود. 40 روز نطفه، سپس مانند آن 40 روز خون بسته می باشد. سپس مانند آن گوشپاره می باشد. سپس به سویش ملائکه فرستاده می شود. پس در آن روح را می دمد و به 4 کلمه امر کرده می شود. به نوشتن رزقش و اجلش و عملش و بدبخت یا نیکبختیش. پس قسم به الله که الهی حق به جز او نیست. البته یکی شما هر آینه به عمل اهل جنت عمل میکند تا اینکه بین او و جنت چیزی به جز یک ذرا نمیماند. پس کتاب یعنی قدر به او سبقت میکند. پس عمل اهل دوزخ عمل میکند پس داخل آن میشود. و البته یکی شما به عمل اهل دوزخ عمل میکند تا اینکه بین او و آن چیزی به جز یک ذرا نمیماند. پس کتاب یعنی تقدیر بر او سبق میکند. پس به عمل اهل جنت عمل میکند پس داخل آن میشود. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. فایده های حدیث. فایده یکم بیان مرحله های خلق انسان در رحم مادرش. فایده دوم البته دمیدن روح در 120 روز می باشد و به سبب این انسان می شود. فایده سوم البته بعضی ملائکه ها به رحمها وظیفه دارند. فایده چهارم به غیب ایمان داشتند. فایده پنجم به قدر ایمان آوردن و اینکه قدر همه موجودات را سبقت کرده است. فایده ششم برای تأکید به قسم دادن قسم یاد کردن. فایده هفتم عملها به خاتمه هایش معتبر است. فایده هشتم بین خوف و رجا یعنی ترس و امید جمع کردن و اینکه بر کسی که احسان میکند از خاتمه بد بترسد و کسی که بد کردار است از رحمت الله ناامید نشود. فایده نهم البته عملها سبب درآمدن جنت یا دوزخ می شود. فایده دهم البته کسی که بدبخت نویسته شده است حالش در دنیا دانسته نمی شود و عکسش اینچنین است. الله سبحانه و تعالی به همه ما حسن خاتمه را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.